سلام بینندگان عزیز. بیش از 13 سال از انقلاب بهمن می‌گذرد. انقلابی که در نقطه اوج یک قرن تحول و تکوین اندیشه و عمل اجتماعی در جامعه ایران در راه گذار از کشوری واپسمانده به جامعه آزاد و مستقل و مدرن هم پای آخرین پیشرفت‌های دهه‌های پایانی قرن بیستم صورت گرفت. انفجار اجتماعی که در این حال امید نسل‌های متوالی اندیشمندان و مبارزان اجتماعی و مردم ما را متولد می‌کرد. امیدی که ناکام ماند، آماج خیانت قرار گرفت و چه بسا که برباد رفت. طرفه تاریخ آن است که این شکست، چنان که در میهن ما از دیرباز مرسوم بوده است، کمتر از آن تدارکات چند دهه‌ای انگیزه و مایه بالندگی اندیشه ایرانی نبوده است. به ویژه که سالهای بازاندیشی تجربه انقلاب بهمن از سوی متفکران ما در این حال با سالهای فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم که هم به عنوان یک مدل پیشرفت و هم به مثابه یک ابرقدرت تأثیر انکارناپذیری در روند تحولات اجتماعی در میهن ما داشت همراه شده است و درسهای این هر دو آزمون ملی و بین‌المللی اغلب در پیوند با یکدیگر مورد بررسی قرار می‌گیرند. به جرأت میتوان گفت که دگرگونی هایی که در دهه اخیر در نظام نظری اندیشه متفکران ما و مرام سازمان های سیاسی ایرانی صورت گرفته است، از تحول تدریجی که طی چند دهه پیش از انقلاب اتفاق افتاده بود به مراتب بیشتر است. امروز فرصتی فراهم آمده است که بخشی از نتایج بازاندیشی تجربه انقلاب بهمن را از زبان ترکیبی از دستاندرکاران این تجربه بشنوید. من از طرف انجمن فرهنگی مطبوعاتی ایرانیان و تلویزیون ندا در درجه نخست از میهمانان جامعه ایرانی برلین آقای دکتر ابوالحسن بنی‌سعد، متفکر به نام فلسفه سیاسی اسلامی و نخستین رئیس جمهور منتخب مردم ایران، آقای بهزاد کریمی عضو شورای مرکزی سازمان فدایان خلق ایران اکثریت و نیز از همکاران قدیمی خودمان آقای دکتر مهران براتی و آقای دکتر کامبیز روستا تشکر میکنم که دعوت ما را برای شرکت در این میزگرد و مباحثه پذیرفتند. اگر اجازه بفرمایید بحث رو با طرح این سوال آغاز میکنیم که آیا سرنوشت انقلاب بهمن میتوانست جز این که شد باشد؟ آیا ناکامی این انقلاب اجتناب ناپذیر یا اجتناب پذیر بود؟ و آیا میتوان وضعیت ممکنی را فرض کرد که در اون وضعیت این انقلاب حداقل به بخش مهمی از هدفهای خودش دست میاد؟ آقای بنی‌سعد خواهش کنم. فرض کنم که چون من معتقد به جبر نیستم پس پاسخ من این است که امکان داشت و کوشش بسیار هم شد برای اینکه انقلاب ما استبداد بعد از انقلاب رو به خود نبیند. اما چون بعد از وقوع هستیم از نظر علمی معناش این است که اگر اون امکانات به اندازه کافی قوی بود، اون عوامل به اندازه کافی قوی بودن، خب پس این وضعیت پیش نمی آمد. ایران واقع بود بین دو ابرقدرت، هنوز یکی از این دو به این روز نیفتاده بود، برای افتاده در مرز غربیش رژیم عراق بود، مرز شرقیش وضعیتی بود که در افغانستان داشت پیش می آمد. پس از نظر بیرون شرایط مساعدی برای اینکه انقلاب ما جهت مطلوب تناسب با اصلهای استقلال و آزادی و رشد رو بگیره جلو بره این نداشت. از نظر داخلی هم کادرهای طرفدار آزادی بسیار اندک شمارتر بودند در مقایسه با وضع امروز. نتیجه با پیدایش شدن جنگ خارجی و مسئله گروگانگیری اون جناح از روحانیت که طالب قدرت استبدادی بود فرصتی مختلف پیش به دست آورد برای اینکه مستقر بکند این قدرتی که الان هم ادامه داره ولی به تدریج ضعیف شد. پس پاسخ شما این است که امکان بود، یعنی با همه این شرایط اگر کسانی که به آزادی باور داشتند
ارزیابی های دقیق تری از وضعیت می کردن و با هم همکاری های بیشتری می نمودن، این امکان داشت که می توانستن انقلاب رو در خط خودش پیش ببرن. با این حال نظر من این نیست که در مجموع انقلاب ایران به تعبیری که شما گفتید شکست خورده، برای اینکه انقلاب آغاز یک تحوله. واقعیت این است که جامعه ما نسبت به زمان خودش چند قرن عقب بود و این انقلاب او رو با یک جهش خیلی سریع آورد به پایان قرنی که در اون هستیم. یعنی از نظر ذهنیت مردم ایران میگم و ذهنیت درس خونده های ایرانی، حالا در سوال های بعد عرض خواهم کرد که امروز ما نسبت در مقایسه با جامعه های اسلامی دیگر به مراتب از همه اونها از نظر کیفی جلوتری. خب انقلاب بهمن تحت شرایط معین بین المللی و امکانات مشخص داخلی در مقطع زمانی معینی صورت گرفت. بنابراین وقتی امروز میخوام نگاش کنیم و مجددا تحلیل کنیم عواملی که به انقلاب شکل داد و انقلاب تحت این شرایط صورت گرفت، باید در همون مختصات تحلیل ما صورت بگیرد. از این نظر من فکر میکنم که طبیعتاً امکاناتی وجود داشت که بعضی روندها رو تسریع بکنه و یا بعضی روندها رو کند بکنه، از بعضی حوادث جلوگیری بکنه، اما به تصور من اساس قضیه فرق نمی‌کرد. مسئله قبل از هر چیز برمیگشت به اونجایی که در چارچوب ملی داریم صحبت میکنیم، به تدارک فکری انقلاب. مثلا انقلاب بهمن در مقایسه با انقلاب مشروطیت، اونجا که به تدارک فکری ما مراجعه میکنیم، تدارک فکری انقلاب مشروطیت خیلی عظیمتر، عمیقتر، طولانیتر بوده و مهمتر از هر چیز در انقلاب مشروطیت تفکر جدید، رنسانس دو جهت داشت. یک جهت متوجه قدرت بود، قدرت سیاسی، استبداد. یک جهت متوجه عقب‌ماندگی، جهالت، فانتیزم موجود در خود جامعه، مردم. از متفکرین بنام بگیریم، از میرزا فتحعلی آخوندزاده صحبت بکنیم، از فرنگ دیده هایی که میخواستن اصلاحاتی رو انجام بدن و بعد میدونن که اصلاحات در واقع پیش نمیره، به تغییر جدیتری نیازه. بعدن به در دوره خیزش که طنزی نویسا میان وسط، شعرهای که به زبان مردم شعر میگن میان وسط. وقتی اینا رو نگاه میکنیم میبینیم ما با یک پایریزی فکری عمیقی و خیلی گسترده رو باقی هست. در حالی که خب درست ما به انقلاب بهمن که نگاه میکنیم، به دو دهه سه دهه قبلش نگاه میکنیم، علارغم وجود تلاش های مثبت، ولی در مجموع همه چی متوجه اینه که قدرت حاکم برود. قدرت حاکمی که خب مشروعیت نداشت، به درستی نداشت، رژیم شاهی دیکتاتوری فاسد پایگاه و مشروعیت در جامعه نداشت و جامعه رو نمیخواست، ولی تمام انتقاد متوجه خود امر قدرت بود و اینکه در خود جامعه، چه در عرصه تفکر دموکراتیک، چه در عرصه تجدد، چه در برخورد صحیح با امر خودبودگی ملی، امر استقلال. و ما در هر کدوم از این جهات که به قضیه نگاه میکنیم، میبینیم کار فکری اساسی برای مردم صورت نگرفت و سازمان سیاسی هم به یک اعتبار شیفته، فقط شیفته مردم، شیفته خلق، که گویا خلق و مردم در هر حال درست عمل میکنن، اونجایی که اکثرشون به غلیان در میان به وسط، و گویا موضوع اصلی اینه که این مانع برداشته بشه و به همین دلیل انقلاب به یک اعتبار اچمز موند. درست در همون آستانه سقوط شاه، مردم، تمام انرژی مردم متوجه این شد که این برود، چه چیز بیاید، چگونه بیاید، این در جامعه تعمیق نرفته. از این نظر من فکر میکنم که باید شکست انقلاب رو در اون مختصاتی که از شکست انقلاب صحبت میکنیم، تو خود قبل از انقلاب بهمن باید جستجو کرد.
اما من هم با حرف بسیار درست آقای بنی‌صدر موافقم. به یک اعتبار از دل این شکست پیروزی بسیار بزرگی برای جامعه ایران به وجود اومده. اکنون حتی مراحل تصمیمش رو پشت‌سر گذاشته و داره به نظر من با سرعت و شتاب امیدبخشی رشد میکنه. اونم اینه که انقلاب بهمن جامعه ما رو دچار یه تکانی بسیار بزرگی کرد و در ذهنیت، هم ذهنیت جامعه متفکرین روشنفکران و هم در سطح توده مردم، و از این نظر جامعه ما آبستن تحولیست این بار، نه فقط برای اینکه چه کسی برود چگونه برود، بلکه چه کسی بیاید تا کدام معیارها و موازین بیاید. و مردم ما اکنون انقلاب رو کردن، خود به نقد حرکت خودشون برخواستن، جامعه در از خودش انتقاد میکنه و از این انتقاد به نظر من نیروی بزرگی برای فردای ما به وجود خواهد اومد. شروع شده این حرکت، ادامه داره. اگرچه با 12 سال 13 سال تأخیر، بله همین درست، گاه ما مجبوریم با همچه تأخیرهای تحولات رو استقبال. خیلی من در سوال شما یه فرضی نهفته است که اون خود اون فرض اول باید مورد سوال قرار بگیره. اینکه آیا سرنوشت انقلاب جز اون چه شد میتونست باشه به این معناست که این انقلاب ناکام شده و آیا میتونست کامیاب بشه، در این فرض نهفته است که انقلاب هدفی روشن داشت و میدونست که چی میخواد. این فرض برای من لااقل بعد از 13 سال مورد سواله. در واژه وقتی صحبت از انقلاب میکنیم بیشتر سنتا منظور یک حادثه ناگهانی است که اتفاق میفته در یه جامعه‌ای که به سرعت در زمینه حقوقی، دستگاه دولتی و نظام اقتصادی و اجتماعی تحول به وجود میاره. جهت تحول ولی در مفهوم انقلاب مستتر نیست. این به این معناست که صحبت وقتی از انقلاب میشه جهت انقلاب در مفهوم خودش نهفته نیست مگر اینکه از پیش روشن باشه، و این در جریان انقلاب بهمن 1357 روشن نبود. شعارها گوناگون بودن، شعار آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی شعار انقلاب بود، از اون طرف آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی شعار انقلاب بود. اینها در حقیقت این دو شعار بیانگر نیروهای اجتماعی گوناگونی بودند که در برابر هم خواستهای گوناگونی رو بیان می کردن. اون چی که مربوط به بخش اسلامی میشه، اگر بخش اسلامی این جنبش یک بخش متحد و متشکل و از نظر ترکیبی درونی یکسان بود، باز وضع روشن‌تر بود. ببینید در این حرکت جنبش انقلابی و در بخش مهمش اسلامی، کسانی بودند مثل جناب آقای بنی‌صدر که به دید من بیانگر یک نوع جنبش اجتماعی برای توسعه اقتصادی در جهت خودکفایی اجتماعی در زمینه فرهنگی، به اصطلاح دوری از اون چیزی که فرهنگ غرب گفته می شد یا غرب زدگی به اون مفهوم، مسائل فقهی و دینی در مرحله اول بیانگر خواست اجتماعی و سیاسیشون نبودن. ولی ما درست با این نیرو اون جهتی که فرد بنی‌صدر اون رو نمایندگی میکرد به لحاظ پایه اجتماعی در روحانیت پایه قوی نمیبینیم، در حالی که در بین روشنفکرهای اجتماعی این پایه وجود داشت. از اون طرف با نیروهایی برخورد داشتیم که فقط خواستار حکومت کتاب و شریعت و یا در بدترین حالتش کتاب و فقه بودن. مجموعه این نیرو به اضافه کسانی که به نوعی التقاطی ترکیبی از به اصطلاح بینش‌های مارکسیستی و بینش‌های اسلامی در فلسفه اجتماعی خودشون آورده بودند و می‌خواستند در مفهوم این انقلاب پیاده بکنند. از اون طرف نیروهای سنتی جامعه ما سا
صاحب هیچ گونه تشکل اجتماعی نبودن. مهمترین نیروی سنتی جامعه ایران بعد از لاغل سالهای 20 جبهه ملی ایران بود. این جبهه ملی ایران یک حزب سیاسی به معنی مدرن نبود، ساختار سیاسی و اجتماعی مشخصی نداشت. تنها گروهی که میشه گفت شکل حزبی در ایران داشت، شاید بشه گفت حزب توده بود، با اون وابستگی های عجیب غریبش و با اون انحرافات بینشی و عملیش. بنابراین اگر قرار می بود شعار عدالت، آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی با شعار جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال در برابر هم معنایی پیدا می کردن، می بود در جامعه نیروهایی بودن که به لحاظ نیروی سیاسی، اجتماعی و تشکیلاتیشون هم این شعارها رو نمایندگی و در عمل پیاده می کردن. این وجود نداشت. به همین دلیل من میگم میان احتمال پیروزی انقلاب با شعارهای گوناگونش و امکانش باید تفاوت داشت. از یک زمانی میشد گفت لااقل تا انتخابات مجلس خبرگان و تصویب پیشنویش قانون اساسی هنوز احتمال این بود که در ترکیب و تلفیق نیروها جهت انقلاب به سوی بره که لااقل مزار و مزایای بدیهای اون چی که آمد نداشته باشه، گرچه نمیتونست پیشگیرش باشه، ولی این امکان به وجود نیامد، این احتمال هم نبود. و همین دلیل من معتقدم با اون به دید من کوری که نیروهای اجتماعی خواستار این انقلاب شدن، در شعار اصلی این انقلاب به نظر من رفتن سلطنت و حکومت پهلوی بود. درخواست‌های دیگرش هیچ گونه روشنی و دقتی نداشت که بگیم انقلاب در اهدافش جهت و هدف داشت و این اهداف شکست خوردن. وقتی شما صحبت از توسعه اقتصادی، رشد فرهنگی می‌کنید، معمولاً جهت رو نشون می‌دید، ولی مفهوم انقلاب خودش به تنهایی بیانگر چیزی نیست. به همین دلیل هم من زیاد سرخورده نیستم، فکر میکنم اون چی که میباید بشه شد، منتها در بدترین شکلش. یعنی شما میفرمایید که نه تنها تدارک فرهنگی و فرهنگ سیاسی کافی نبود، بلکه حتی اهداف انقلاب هم برای شرکت کنندگان در انقلاب و رهبران انقلاب هنوز روشن نبود. این مایه عدم تفاهم عمیق بین نیروها. بله، به نظر من انقلاب سیاسی ناقص بهمن با شروط مفروض، چون آنچه که واقع شده واقع شد، با شروط مفروض میتوانست نتایج کاملا دیگری بود. به جای اینکه در یک مجموعه نظری سیر کنیم ببینیم که واقعا چه عواملی وجود داشته که میتونسته جز این باشه، توی همین جمع خودمون نگاه کنیم. مثلا نیروهای، بخشی از نیروهای چپ ایران یا چپ نامیده ایران، چپ سنتی ایران، بله حالا چپ سنتی میتونه باشه یا نه، این خودش مورد بحث دیگه. بخشی از نیروهای چپ نامیده ایران با منحرفترین و مستبدترین بخش سردمداران شرکت کننده در انقلاب، چون اونا که همیشه رهبر انقلاب نبودن که آقای رفتن، سردمداران شرکت کننده در انقلاب متحد شدن، که اگر متحد نمی شدن نکته دیگری، جور دیگری پیش می اومد. بله، یعنی دوستانی که دوست ما که اینجا کوشش می کنه بگه که انقلاب اون سوبیکت، اون ذهنیت لازم رو نداشت، یکی از ذهنیت‌هاش هم باید به خودمون نگاه کنیم دیگه. ذهنیت لازم نداشت، یعنی ما ذهنیت لازم نداشتیم و بعضی ها ذهنیت لازم رو داشتن و حرفای دیگری زدن. اینطور نبود که همه این رو گفتن و به کج رفت. یا وقتی شما نگاه میکنید به انقلابی که میبینید لایسیته اون جامعه و روشنفکران منتخبه مردم اون جامعه به سراغ امام انقلاب میرن، به جای اینکه به سراغ، در همون موقع هم روشنفکران دیگر مذهبی بودن جز امام خمینی،
به سراغ اونها میرن، به سراغ امام میرن و در رسای در تعریف و تمجید از امام شعر میسرایند و خطابه ایراد میکنند. اگر نبود و جنبش مقاومتی رو دامن میزدند، بله سرنوشت دیگری پیدا میکردند. گفتم شرط محفوظ. یا وقتی شما میبینید که دانشگاهیان ایران به کمک نیروهای سیاسی چپنامیده با مستبدترین و عقب مانده ترین بخش سیاسی انقلاب ناقص سیاسی ایران متحد میشن. خب اگر این اتحاد صورت نمی گرفت در سطح دانشگاه ها و مقاومت صورت می گرفت در سطح دانشگاه، اوضاع به صورت دید. و از این نکات بسیار میتونم بر بشمرم که اگر واقع میشد. آیا میشد که اینها واقع بشه؟ بله، چون تجربیات انقلابات دیگر جهان بود. اون افرادی که اینگونه رفتار کردند خودشون رو روشن فکر میدونستن، قاعدتا میباید اطلاع داشته باشند از تجربیات جهان و در سطح تئوری نظرات مختلفی بود و حتی اینها در سطح جامعه ایران، حتی در میان نیروهای مذهبی هم نیروهای مختلفی بودند و اینها بدترینشون را انتخاب کردند. خوب توجه میکنید؟ یعنی اینطور نبود که اگر بگیم که نه با همه اینها فرهنگشون اینقدر اینطور بوده و اصلا میبایست مستبدین را انتخاب میکردند و زیر لوای خمینی نمیزدند، بنابراین خب جامعه ما و این داستان ها رو راجع به حکومت فعلی رفسنجانی ها و مستبدین امثال رفسنجانی هم میتونید بگید و این یک دترمینیسم کور بی حکمتی است. وقتی از انقلاب و حرکت اجتماعی و سیاسی صحبت میکنیم، منظورمون اینه که نیروهای مختلف و نیروهای سیاسی انتخاب میکنند و بنابراین آیا امکان این انتخاب در ایران و جهان وجود داشت؟ آری وجود داشت. نگاه بکنید به اعلامیه‌هایی رو که در پیش از آمدن خمینی در ایران منتشر شده بود، تقاضاها و خواستهایی رو که در اونجا مطرح شده بود. نگاه بکنید به میتینگ‌های وسیع فطر و تاسوعا و عاشورا و شعارهایی که در اونجا مردم مطرح می‌کردن. بنابراین زمینش بود، منتها در اونجا یک انتخاب صورت گرفت و نمی شود تحت یک دترمینیسم کور آدم یقه خودش رو از دست یک مسئولیتی رها کنه. اینطور اگر نگاه بکنیم به انقلاب سیاسی ناقص ایران که بعدا خواهم گفت چرا انقلاب سیاسی و چرا انقلاب سیاسی ناقص، بله امکانات دیگری هم وجود داشت. به عنوان یک ناظر میخوام بگم که من امیدوار بودم که نزدیکی بیشتری بین نظریات سخنوران وجود داشته باشه. هم این تفاوت خودش نشون میده که این موضوع هنوز بازه، باید روش بحث کرد. متاسفانه وقت برنامه ما اجازه این کار رو نمیده. اگر اجازه بدین بریم سراغ سوال دوم و اون این که با توجه به این که هر کدوم از میهمانان ما تیه سالهای گذشته، یک دهه گذشته قطعا تجربه انقلاب بهمن رو عمیقا بازاندیشی کردن، لطفا توضیح بدید که به اهداف و آماجهای انقلاب حالا که روشن آمد برد امروز چجور نگاه میکنید در مقایسه با گذشته؟ یعنی امروز امر آزادی رو چطور میبینید، استقلال رو چطور میبینید، پیشرفت اجتماعی رو چطور میبینید و عدالت اجتماعی رو چطور میبینید؟ آیا اهمیت و اولویت این آماجها تفاوتی کرده در نظرتون؟ البته من در آغاز بگم که کلاهی سر من رفت چون من اختصار کردم در بیان به این عنوان که نمیدونستم چقدر میدان دارم. از بقیه که دیدم نه بیشتر میتوانستم توضیح بدم. حالا میتونیم جبران رو پسید و جبرانم از اینجا شروع میکنم چون رد پیدا میکنه با این سوال شما. عقیده من این است که شعارهای اصلی انقلاب یعنی استقلال، آزادی، رشد، مساویس با ترقی، حالا وارد به اینکه رشد در فلسفه و در جامعه شناسی چیست و فرقش با ترقی، مجموعاً اون چیزی که جامعه
تلقی میکرد، یعنی پیشرفت بکنم در جنبه های مختلف زندگی و معنویت، یعنی برداشت برخورد جدیدی با دین. یه دینی میخواستن، هم میخواستن داشته باشن، هم نمیخواستن دینی داشته باشن که نه با آزادی بخونه نه با استقلال بخونه، مخالف ترقی هم باشه. این در جامعه ایرانی بعد از یک قرن تحول قوت گرفته بود، ولی چگونه ممکنه شما تصور بکنید که یک ملتی یک جا به طور خودجوش یک حرکتی در طول مدتی بیشتر از یک سال انجام بده بدون هیچ گونه فکر راهنما؟ اگر کسی پیدا کردی تو این دنیا دم از علم و دانش زد و گفت چنین چیزی ممکنه است، من خواهم پذیرفت، اما غیر ممکن است. و غیر از اینکه چندین آزمایش از انقلاب به این روز روشن میکنه که مردم این اصلاح رو میخواهم، خصوص الان موضوع سوال شماست، تحقیقات مفصلی هم انجام گرفته، از جمله دو جلد کتاب پرسشنامه سوال جواب ضبط شده با قشرهای مختلف کارگران، دانشجویان، دو محقق ایرانی و فرانسوی انجام دادن همون روزهای اول انقلاب، پیشوران، زنان، مردان، روستاییان انجام گرفته و همین اصول در آورده، همینا که الان هم موضوع مقبول نه مردم ایرانه. من همین قبل از اینکه بیام اینجا مقاله از سمیرامین میخوندم که دانشمند هم مارکسناس و هم مارکسیسته، او بر این است که سرمایه نظام جدید دروغ میگوید، اینکه دنیا هیچ مرامی جز لیبرالیسم نمونده، انقلاب اجتماعی ضد سرمایه‌داری در بخش زیر سلطه جهان انجام گرفته و دموکراسی که کشورهای ما بهش نیاز دارن قطعا نیازمند رشد و ترقی است، نیازمند آزادی است و حتما نیازمند استقلاله. این که سرمایه داری میگه برزاتون رو باز کنید دروغ میگه، این میخواد سلطه خود چه تحکیم کنه بر کشورهای ما. خب این همچه دیدی همین آقای سمیرامین قبل از این انقلاب ما نداشت. از اینکه این دید، این فکر عمومی الان نه تنها در ایران هست بلکه در قالب کشورهای دنیای سوم که من مرتب مطالعه میکنم تحول فکریشون رو، از تمایل‌های مختلف میرسن به یک نتایج مشابهی. حالا میاد که الان چجوری به مسئله نگاه میکنیم. خب ببینیم، اولا استبداد قالب کشورهای دنیا یا ور افتاده یا در حال ور افتادن، این یک. پس فکر استبدادی که در آغاز انقلاب ایران اون چی که حق در فرمایشات آقایان این است که بله بر کادرها تفکراتشون و اون چی که جامعه بر طبقش عمل میکرد سازگاری نداشت، یک هماهنگی نداشت، گرایش های مختلف بودن با طرز فکرهای مختلف و استبداد انواعش ستایش میشد، یا استبداد دینی یا استبداد مارکسیستی یا حتی استبداد لیبرالی. نه که لیبرال ها موافق با استبداد نبودن، اونها هم معتقد بودن باید با استبداد موانع رو برداشت. یک نوع استبداد ستایی در آغاز انقلاب بود. الان که ما در اینجا نشستیم مستبدترین آدم ها آزادی بر زبان آزادی خواهه. الان کسی تو ایران که بگوید استبداد خوب چیزیست نداریم. در آغاز انقلاب فراوان داشتیم تمایلات مختلف، برای کدام به دلیلی یه نوعی از دیکتاتوری رو ستایش میکردن. الان یک نفر هم، حالا میگم یک نفر اغراق ها برمان تمایل، یعنی خب ممکنه اونایی که استبداد میکنن که دارن میکنن، اما به عنوان تمایل همه طرفدار آزادی شدن. بعد گاهی انسان از خود میپرسه پس این مستبدان کجا بودن، کی بودن اصلا؟ مثل که نیستن. شما فکر میکنید که در دنیای اسلامی الان نگاه کنید جای دیگری جز ایران هست همچه وضعی داشته باشه؟ نه تنها مخالفین رژیم امروز برای اولین بار در تاریخ میهن ما اون چی که مردم درک میکنن به عنوان مخالف رژیم، نه اون که ما به خود میگوییم، مردم مخالفین رژیم رو بیشتر طرفداران آزادی میدونن. همچه چیزی در الجزایر نیست. به اصطلاح دموکرات ها اونجا تو جامعه الجزایری اونها رو گویندگان خودشون در قبال رژیم نمیدونن، جبهه رستگاری رو بیشتر نمایندگی بهش دادن در انتخابات. خب بگذاریم از کشورهای مثل عراق و اینا که اصلا به ندرت میشود کسی پیدا کرد که سرشناس باشه، دموکرات باشه. این الان یه تحول عظیمی است که در کشور ما شده.
پس از 10 سال به این طرف که نگاه کنیم یک انطباقی من میبینم خیلی خوشبین به اصطلاح خوب چه کادرها دارن به جامعه ایرانی پیدا میکنن به اون شعارهای انقلاب. الان میبینم که همه تمایل به آزادی دارن، الان میبینم که استقلال جای مهمی پیدا کرده در تفکر گرایش های مختلف و راجب رشد ترقی غالبا اون وقت هم همسانی بود، لااقل راجب بخشی از این اونایی که الان در مخالفت با اون رژیم هستن عمومی است. میمونه مسئله دین. در این مسئله الان در بحث معلوم میشه که این که من میگم چقدر حق دارم و آقایان واکنشاشون معلوم میشه که چقدر نزدیکی داره انجام میگیره، هنوز باید کار بشه یا این کارم انجام گرفته. یک واقعیتی در دنیای ما شده، اون واقعیت کشورهای کمونیستی است، بر ضد دین تحول خواستن انجام بدن، به شکست انجام بدن. اون نظام رفت، کلیساها دوباره تشریف آوردن و همون عدالت‌برای که عدالت‌بر نه از باها میخوام ارزش کم کنم، منظور عدالت‌بر معنای همون اصطلاحی کم ارزش ما نه، معنای اصطلاحی مثلا جامعه شناسی کلمه، یعنی رفتارهایی که در کلیساها بود قبل از اینکه این انقلاب اکتبر در اونجا انجام بگیره دوباره رفت. کشور خود ما هم پهلویزم شکست خورد، در ترکیه آتاتورکیزم شکست خورد، در جاهای دیگری که هم در دنیای اسلامی و غیر اسلامی مدرنیزمی که با بعد معنوی جامعه ستیز کرد بی نتیجه شد. این مذهبی هم که به نام مذهب استبداد را انداختن، این هم که الان شکست خورده رفته پیکارش، یعنی به عنوان مرام دیگه وجودی ندارد. قبل از این بحث یکی از آقایان میگفت مشروعیت دیگه به این رژیم نمیدهد. خب حالا اینکه دین مردم مال مردم ظاهرا قبول شده، اینکه ما بر ضد دین نمیخواهیم ایران رو نوسازی کنیم، یک به نظر من میرسه گرایش های مختلف تمایل دارن به اینکه نه تحول لازم نیست که ما بریم به جنگ دین در جامعه، کافی است که ما بنیادهای اجتماعی رو هر کدوم بگذاریم وظایف خودشون رو انجام بدن، تداخل نکنن در کارم. این گرایش، این همگرایی به مقدار زیاد انجام گرفته. خب این در 10 سال اگر زمینه قبلی نداشت، من میخوام به هموطن گرامی که اینجا نشسته بگم این 30 سالی که شما میگید خیلی کار بیشتر شده از اون که در مشروطه شده بود، برای اینکه اگر این کارها نبود چجوری این 10 ساله در ایران این کارها ممکن بود؟ چرا در ایران ممکن شده در جاهای دیگه دنیای اسلامی نشده؟ به دلیل که این ملت و درسخونده های این ملت 100 سال دارن کار میکنن و این کار رسید به یک بیانی که به تدریج الان گرایش به او زیاد شده و این نوید میدهد که ایران از بندهای مانع رشد رها شده، برای اولین بار آلترناتیو آزادی واقعیت پیدا کرده تو جامعه ایرانی و به نظرم این اساس کاره و امید ماست برای فردا. آقای کریم اجازه بدین من اول یه نکته رو مطرح کنم، اونم اینه که تمام نیروهای سیاسی اهم از تشکلها و یا کسانی که به مثابه شخصیت در جریان انقلاب بهمن وارد قوت شدن تأثیر گذاشتن، چه در جهت مثبت چه در جهت منفی، همشون در قبال پراتیک و عمل خودشون در قبال تاریخ و مردم پاسخگو هست. من به هیچ وجه صحبت من متوجه توجیه و تبرئه هیچ کس نیست. اگر بخوایم با واقعا فردا صادقانه برخورد کنیم باید با دیروزمون این صداقت رو میراث بدیم. ولی وقتی که عرض کردم که داریم صحبت میکنیم که در فلان زمان معین با امکانات معین واقعی اتفاق افتاده، به نظر من خمینی رو آسمان نیاورد. من قبول ندارم که خدا خمینی رو آورد و قبولم ندارم که خمینی رو این یا آن قدرت خارجی آورد. خمینی رو خب میتونستن اونا جهت بدن، تأثیر بذارن. قبل از هر چیز همین جامعه ایران، جامعه ای که ما بودیم، روشنفکراش ما بودیم، چپش ما بودیم، نیروی ملی پایدارش آقای بنی صدر بود، دیگر جریانات بودن، اینا همشون حضور داشتن. پس موضوع به هیچ تبرئه عمل کردن نیست، موضوع نگاه به اینه که
میخوایم ببینیم که چه فکر میکرد مردم در اون موقع و این تفکر مردم در نهال فکری موجود در جامعه، در جریان تشکل‌های موجود چجوری بازتا پیدا میکرد. اگر اونا رو نشناسیم امروز به هیبه به نظر من در نقد ما جدی نخواهیم بود، نمیدون تحبول پیدا میکرد. این یک موضوع. اما اونجا که به اهداف برمیگردیم، من بازم تاکید میکنم که به هیچ وجه من کارهای فرهنگی فکری با ارزشی که در همون با دو سه دهه 14 صورت گرفته، من نمیگم که یهو یه خلل به وجود اومده، ولی وقتی از دو تا قرن صحبت میکنیم، یکی آغاز قرن هنوز دوره هفتوت استعماره، اگرچه هنوزم به زوالش نرسیده، و دیگری در 1357 یعنی 1378 میلادی در انقلاب بهمن که اتفاق میفته در جامعه ما. خب این دو تا وقتی مقایسه میکنیم، انتظاری که از این تحول میده، من بازم تاکید میکنم متناسب با هم براش کار فکری انجام میده و همه چی مبین اینه، از جمله خود اهداف انقلاب. به یک اعتبار انقلاب بهمن بیشتر انقلاب نبود، نفی بود. من این قرض میکنم کمک میکنم که تفاهم بیشتری به صورت بشه. آیا ممکنه شما مسئله رو به این صورت ببینید که حتی اونجاهایی که اندیشه صحیح یا صحیح ترین شکل اندیشه به وجود آمده بود، اشاره کنم به صحبت آقای بنی‌سر، شناخت کافی در سطح اجتماعی از این اندیشه ها وجود نداشت؟ شاید منظور به این صورت هم بشه مسئله رو دید، چون نمیشه ممکن شد که برخی از اندیشه هایی که ما امروز ازش دفاع میکنیم در اون زمان هم ابراز میشد. این عقاید توی جامعه بود، شخصیت ها و حتی نیروهای سیاسی هم بودن که این نظریات مطرح میکنن. شناخت کافی در سطح روشنفکری و در سطح مردم از این اندیشه شاید وجود نداشت. نه. این یک بچه قضیه است، خب این واقعیت، ولی تمام موضوع نیست. مثلا آقای دکتر شریعتی تفکرش در ایران تقریبا بین روشنفکران ناشناخته، آقای بنی‌سر متقن نشدن، کسانی که در داخل رشد کرده بودن تو محیط روشنفکری شناخت نداشتن از وجود یه همچین رگه های تفکری در اصلاح گرایی اسلامی به اصطلاح، و این در مدت کوتاه بعد از انقلاب این آشنایی فرصت کافی هم برای آشنایی باهاش وجود نداشت، فقط به طور عینی به داستان نگاه میکنم. اجازه بدین من میگم این یک وجه از قضیه است، ولی وجه مهمتر به نظر من چیزی دیگه، همین مقوله آزادی رو بیاریم بسند. باز به نظر من اشاره آقای بنی‌سر دقیقه. آزادی در بهترین حالت این بود که ارادی اکثریت ملت جاری بشه، این عالی‌ترین تکاملش بود، و هر کسی هم فکر میکرد که دیکتاتوریش اینطوری نمایندگی میکنه اکثریت رو، در صورت که امروز از آزادی درک بسیار متعالی به وجود اومده، در سطح روشن میکنه و حتی در سطح جامعه داره روشن میکنه. اون همینه که آزادی خط از چیز در قائل شدن حق آزادی برای اقلیت، این یعنی آزادی میشه نهادی، این میشه آزادی، یعنی آزادی پایدار. امروز وقتی مقایسه میکنیم با 13 14 15 سال پیش، به نظر من این نوع درک از آزادی که در سطح روشنفکرا، در سطح جامعه سیاسی و متدرجن در سطح توده مردم رو به گسترش شد، یا در سطح در مورد موضوع استقلال، به نظر من در مورد موضوع استقلال، خب وقتی که انقلاب بهمن صورت میگیره، واقعش اینه که نهضت هایی که علیه غرب بودن، ضد غرب بودن، عمدتا سمتگیریشون به سوی شرق بود. آخرینش همون آخرین حلقه که همزمان با انقلاب ایرانه، انقلاب نیکاراگوا است و تحولات سیاسی در افغانستان. با ایران یه چیز دیگری آغاز میشه، نهضت اسلامی. این نهضت اسلامی که از کاراکترهای خودش رو در شرقی نه غربی توضیح داد. خب به نظر من ایران در این مورد مثل خیلی موارد دیگه، ملی شدن نفت، مثل مشروطیت در منطقه ما پیشقرابول بوده. ولی این پیشقرابول یک فاجعه، یک مصیبت. نه غربی نه شرقی در اواخر دوران جنگ سرد، دوران مثل حاکمیت قدرت ها که اومد وسط، خیلی زود رفوزه شد. مردم ایران الان به طنز به شوخی در تجربه دریافتن که نه شرقی نه غربی غلطه، هم شرقی هم غربی درسته، البته اکنون دیگه شرقی وجود نداره، یعنی که با جهان باید باشن، خودبودگیشون و استقلالشون رو
در این ارتباطات گسترده با جهان دارن درک میکنن. این در سطح روشنفکران است، در سطح باز توده مردم است. موقعیتش رو بگید کشورش رو درک بکنه، امکانات کشور خودش رو بشناسه و ببینه که چگونه میتونه از جهان همبسته، مدام همبسته در اینها جهان متضاد استفاده بکنه و پیش ببره. در مورد عدالت اجتماعی باز، عدالت اجتماعی انقلاب بهمن باز در این مورد به نظر من بیشتر نفی بود. میلیون ها مشتی رو که ما شاهدش بودیم، اون هاشینشین ها، اونایی که تو حلبی آبادا ساکن بودن، ریختن خیابون. در جامعه تبعیض شدید اجتماعی بود، یک مشت اقلیت فاسد غارتگر همه چی رو داشتن، مردم میدیدن، توده مردم محروم بودن، علیه ستم اجتماعی اومدن مثلا. ولی واقعا کدام برنامه عدالت اجتماعی رو تجهیز کرده بود؟ تصادفی نبود که عدل علی که ساده ترین درکه در توده مردم رفت توی توده مردم، ولی درک علیوار از عدالت اجتماعی نمیشه برنامه اجتماعی اقتصاد پیاده کرد. جامعه در اینجا باز خیلی زود متوقف شد و هرچی بیشتر روشن شد در جاهای دیگر که عدالت اجتماعی صحبت میکردن، مجددا این تفکر که گره بزنه موضوع عدالت اجتماعی و ترقی اجتماعی رو. عدالت اجتماعی فقط بر بسته ترقی اجتماعی و فقط بر بسته دموکراسی آزادی قابل پیشرفته. امروز این در این درکم با کمگرایی نیرومند رو در جامعه ما شاهدیم. و اجازه بدین نکته آخر رو مطرح کنم، موضوع همون حکومت عرفی، حکومت لایسته که صحبتش میشه. به نظر من مردمیان در تجربه این رو دریافتن، با تئوری ها نمیشد زیاد چیز کرد. مثلا پیش بود آنچه که ده ها سال در جهادی صورت گرفته بود در جامعه ما در تجربه، آزادی نمیتواند با حکومت اسلامی گره بخورد. من با اجازه از آقای بنی‌صدر میخوام همینو بگم، آقای بنی‌صدر در عمل انتخاب کرد. آقای بنی‌صدر به نظر من افتخار تاریخیش از نظر شخص من اینه، اون موقع نیست که رئیس جمهوری 11 میلیونی بود، اون موقعی بود که رئیس جمهوری رو پس داد، یک انتخاب تاریخی بود. آزادی رو حرمت آزادی رو نگه داشت. از این نظر من فکر میکنم که در عمل معلومه که آزادی با حکومت ایدئولوژیک اسلامی مارکسیستی هرچی نمیتونه پیوند بخوره. آزادی یک مقوله ای که باید خودش رو در حکومت عرفی، حکومت قانون خودش رو نشون بده. بنابراین ما در تمام اهداف آماری نگاه بکنیم، مردم به نظر من دچار تحولات جدی میشه. دور دوم، دور آخر بحث رو از این من قبلا اشاره کردم، الان باز شاید تکرار میکنم. یکی از مشخصات انقلاب باز گسست با سنت به معنی ترادیسیون و گذشته است و این گسست رو هم فوراً میخواد، ناگهانی میخواد. در ذهنیت اسلامی جامعه گویا، همونطور در ذهنیت دیگران گویا، ایران تاریخی نداشته، در ایران انقلاب مشروطه‌ای نبوده، قبل از مشروطه کوشش های آزادی خواهانه ای نبوده، کوشش هایی برای تلفیق دین، آزاداندیشی و ملیت ایرانی نبوده. اسلامیت فقهی گسست کامل با این تاریخ میخواست. در جنبه چپ هم همینطور، اون چی که چپ میخواست راه رشد غیر سرمایه‌داری بود، باز هم گویا این کشور تاریخ و اقتصادی نداشته، کشاورزی مشخصی نداشته، دهقانهای مشخصی نداشته، کارگران مشخصی نداشته، اقتصاد مشخصی نداشته. کافیست به اراده اقتدارداران سیاسی روند جامعه رو به دل بخواه عوض کرد. باز به شکل دیگری گسست با تاریخ. به یک معنا بنابراین انقلاب از نظر زمان همیشه کور عمل میکنه، نه انقلاب به هر مفهومی، به این انقلاب به این مفهوم که من میفهمم، به معانی دیگر هم میشه. بنابراین از این جنبه که ببینی، ما در حقیقت با دنبال انقلاب رفتن بهای لازم رو پرداختیم، اما جنبه های مثبتی همین انقلاب همراهش آورده. یکی از جنبه های مثبت این هست که به نظر من تا کنون در تاریخ جامعه ایران سابقه نداشته، که توده مردم ایران به زندگی سیاسی کشونده بشن، به این معنا که امروز کشونده شده.
به گفته 3 میلیون ایرانی ایران رو ترک کردن. از این 3 میلیون اگر 30% هم در دستگاه دیوان سالاری گذشته ایران بودن، جای این 1 میلیون رو الان اقشار پایین و متوسط جامعه گرفتن. به یک معنا بخش محروم و یا متوسط جامعه به دیوان سالاری و شرکت در سیاست عادت داده شده. به یک معنا خود مسئله جنگ، آوردن جوانها در مسئله جنگ، خانواده شهدا، خانواده جنگ زده ها، از اون طرف سپاه پاسداران، کمیته ها، پاسداران و غیره و غیره، بسیج برای کارهای مختلف، جهاد سازندگی و غیره، اقشار و نیروهایی رو به سیاست در جامعه ایران آورده که در گذشته سیاسی ایران جایی در حقیقت در سیاست نداشتند. و این یکی از نکات مثبتی است که در تحولات آینده به نظر من تأثیر بسیار مثبت خواهد داشت. از طرف دیگه یک اعتماد به نفسی هم، گرچه به معنی امروز مضر، ولی در دید تاریخی اعتماد به نفس خوبی به مردم داده، به این معنا که به هر صورت با نیروی عمومی کاری میشه کرد. حالا اگر اون توده در کوده در گذشته کور عمل کرده، ولی به نیروی خودش واقف شد. این یک جنبه مثبت هست که برای آینده فکر میکنم مهم خواهد بود. یک مسئله اشاره میکنم به گفته های آقای بنی صدر. این درست هست که گذشته سیاسی ایران در مقابل مسئله دین کور بوده، از جانب دینداران هم یک کوری وجود داشته که از طرف بعضی افراد و نمایندگان فکری اون کوشش هایی در این تغییر شده. من به طور مثال از سید جمال الدین اسدآبادی اسم میبرم که به هر صورت مسئله رو در این میدید که عقب ماندگی دین در حقیقت انعکاسی است از عقب ماندگی جامعه. عقب ماندگی مردم و جامعه در دین هم مستتر میشه، دین رو جدا از تکامل جامعه نمیدید. یا همینطور کوشش هایی که تحت عنوان تهذیب و احیا در دین انجام میگیره، جدا کردن خرافات از دین، احیای خوبی های دینی، یا اون چی که الان انجام میگیره، آوردن مسئله معرفت در دین، در برابر قرار دادن دین و کتاب در مقابل معرفت، اینکه معرفت امکان پرسش در مقابل دین پیدا کرده، پرسش انگیز شده، کوشش هایی بوده در گذشته بوده و حال هم میشه. به همین دلیل من فکر میکنم، تایید میکنم گفته ایشون رو، شاید شانس تاریخی جامعه ایران اصلا در تلفیق مدنیت، پیشرفت، دین و ملیت ایرانی است. این تلفیق اگر از جانب به خصوص نخبگان فکری اندیشگران انجام نگیره، جامعه ما جدا از این که حکومت آتش چی باشه راهی به آزادی نخواهد بود. اینه برای اینکه آقای منیشت جواب بدن بودش، فکر کنم که تو دور بعدی شما رو بذاریم آخر، برای اینکه فرصت کافی داشته باشیم که در ایران این مسئله هم جواب بدن. ببینید، اجازه بدید من سوالتون رو اینطور جواب بدم که دستاورد این انقلاب سیاسی ناقص و سرکوب همه جانبه و بیشرمانه حکومت فعلی برای نیروهای سیاسی و برای ما، نمیگم توده مردم، علتش رو توضیح خواهم داد بسیار خلاصه، برای ما و نیروهای سیاسی لااقل این دستاورد رو داشته که مسئله آزادی های سیاسی به یک اصل غیر قابل نقض بدل شد. یعنی امروز شما نیروی سیاسی رو نمیشناسید، حتی نگاه بکنید به این شاه ولایی ها و سلطنت طلب ها و اینها، که اونها هم یک نوعی دموکراسی و دموکراسی پارلمانی و با زر و زیورهای مخصوص به خودشون و اداعتبارهای مخصوص به خودشون، نه اداعتبار جامعه شناسی بلکه اداعتبار به اون معنای بد مطربیش، اونها با همون اداعتبارهای خودشون این مسئله رو مطرح میکنن. به عبارت دیگر حتی نیروهایی که باور به آزادیهای سیاسی ندارند، با تجربهی که بر ما رفت، ناچار شدند که به این
یک تقدمی بدن در طرح مسائل سیاسی خود. از این نقطه نظر بسیار مثبته. یعنی اگر شرایطی ایجاد بشه دیگه ما نیروی مثل دوستان اکثریت نخواهیم داشت یا حزب توده که بره با آقای خمینی، این رو مطمئنم، با یا جانشین آقای خمینی، این رو مطمئنم. اما آیا برای مردم؟ آقای بنی صدر در صحبتهاشون همیشه بسیار اینقدر امیدوارن که اجازه بدید من یه خورده شک کنم در این امیدواری. استبداد فاسد کننده هم هست، یعنی فقط یک تجربه نیست، اون سرش رو هم نگاه کنید. این سرکوب و استبداد و شرایط جدید باعث شده که عده‌ای رو به عنوان شهروندان صاحب ثروت و امکانات به جامعه تحمیل کرده که اینها از نظر روحیه، فکر و رفتار اجتماعی شهروند نیستن، حقوق شهروندی را هم به رسمیت نمیشناسن، یک مش چپاولگرن. سیطره چپاولگران بر شهرها و زندگی شهروندی ایران نکته منفی هم داره، مردم رو ترسو میکنه، ترس شخصیت ها رو ضایع میکنه، شخصیت سیاسی و اجتماعی رو ضایع میکنه. یک نکته دیگر که این مصیبت باعث شد این است که واقعا من یک اضمحلال عمومی در جامعه میبینم که پرچمدار این اضمحلال فرهنگی عمومی هم قدرتمداران امروز هستند. اینها نمونه یک اضمحلال فرهنگی و یک فساد فرهنگی همه جانبند. نگاه بکنید هنوز کمترین اختلافی بینشون نشده، برخلاف همه قدرتمداران تاریخ اول به جان هم افتادن و دزدی های هم رو به طور مرتب رو میکنن. هنوز دست نکشیدن از عوام فریبی های سبکشون. به عبارت دیگر هنوز میبینن که اصلا این عوام فریبی های سبک در مردم جای دارده یا در بخش های از طرفداران خودشون جای دارده. بنابراین اگر زیاد خوشبین نباشیم این رو لااقل میتوانیم بگوییم. ولی یک طرف دیگر داستان آن است که به هر صورت بعد از این مصیبت چی میخواییم؟ چی باید بشه؟ این واقعیته که جامعه ایران یک بار دیگر به ما نشون داد بدون آزادی های سیاسی امکان پیشرفت وجود ندارد، با همه درآمد و نفت، با همه وجود امکانات و ظرفیت های اقتصادی، بلکه درست بالعکس استبداد مزمحل کننده است. این رو به ما نشون داد و شاید این یک دستاورد بزرگی باشه که حتی آخوندهای حاکم را هم لابد جذب و جلب کرده و اونها هم به این باور پیدا خواهند کرد. آقای دوستان ببینید، شما تو پاسخی که دادید یک مقدار بررسی کردید وضع موجود رو در ایران. سوال بعدی من در واقع مربوط میشه به از جمله به همین جنبه مسئله، یعنی وضع موجود رو در ایران چطور میبینید و در این حال این رو ترکیب بکنیم با این سوال که با توجه به اینکه شخصا کسی هستید که سالهای طولانی در راه تدارک یه تحول اجتماعی، اون چیزی که به انقلاب انجامید تو جامعه ایران فعالیت کردید، امروز اگر مختار بودید که دوباره این فعالیت رو از سر بگیرید یا دوباره نگاه بکنید و تلاش بکنید که این تحول اجتماعی رو وجود میارید، آیا طوری عمل میکردید که نتیجه فعالیت شما به یک انقلاب اجتماعی به معنای قهرامیز با شکل قهرامیزش اونچنان که اتفاق افتاد در ایران منجر بشود، یا اینکه راه های دیگه تحول و دگرگونی اجتماعی رو که احیانا با صدمات و لطمات کمتری ممکن بود همراه باشه سعی میکردید دنبال بعد رو چطور میبینید و در واقع چه راهی رو برای برون رفت از این بعد پیشنهاد؟ در ابتدا بگیم که بعد از این همه اتفاقاتی که افتاد اگر یک بار دیگر بخوام حرفی بزنم لااقل اینقدر خوشباور نخواهم بود و خوشباوری به توده نخواهم داشت که توده همیشه خوب است و چون این باوری داشت. اما سوال شما اینطوری که آیا انقلاب یا رفورم، خلاصش کنیم در یک جمله خیلی کوتاه. ببینید
انقلاب سیاسی درسته که بر اساس یک ضرورت هاییست، درسته که یک سیری رو میگذرونه و بعد واقع میشه، ولی ارادی نیست. برخلاف این تز لنینی که میشود انقلاب اجتماعی و سیاسی ارادی کرد و به طور پرمننت بنابراین حزب پیشاهنگ میتونه و اونو فقط باید رهبری کنه، این ارادی نیست. البته خود لنین هم به این سادگی نگفته، بعدها این به این سادگی شد. بنابراین و انقلاب رو هم مردم، بخش‌های مختلف مردم، دشت‌ها و طبقات مختلف مردم می‌کنن و از جایگاه‌ها و خواست‌های خودشون می‌کنن. بنابراین من هیچ این اتفاقی که در ایران افتاده هیچ کدورتی با انقلاب پیدا نکردم، با این نوع انقلاب کدورت پیدا کردم، یعنی با یک جهشی که فقط مضمون سرکوب داشته باشه برای قدرت گیری. توجه کرد. بنابراین اگر قبول کنیم که یک انقلاب سیاسی همیشه ارادی نیست یا در بخش‌های وسیعش در وقوعش به طور وسیع ارادی نیست، همیشه ممکنه که این واقع باشه. و اگر من چه خواهم کرد؟ بیشک اگر با اهداف اون همخوانی داشته باشم، کوشش بکنم در خدمت اون انقلاب باشم و به اون انقلاب خواهم پیوست. نخواهم گفت آقا یک بار یک اتفاق افتاده و این مصیبت خمینی بر ما واقع شده، خواهش میکنم دست نگه دارید انقلاب نکنید، من دوست دارم که رفرم کنیم. این دوست دارم که رفرم کنیم در مقابل یک جنبش انقلابی سیاسی به همون معنایی است که دوباره من اون اراده گرایی رو یک بار به عنوان انقلاب الیترها پیشنهاد میکردم، حالا به عنوان رفرم الیتر پیشنهاد میکنم. در مضمون یکیست. اما اگر شما اون بخش دوم سوالتون رو بهش میپردازم، اگر شما منظورتون این که از راه های دیگری بدون خونریزی، اولا قهر همیشه خونریزی نیست، من سالهای سال پیش هم این رو گفتم، آیا یک اعتصاب مطلق و یک اعتصاب جنرال آیا این قهر هست یا نیست؟ به یه معنای هست بر اقتصاد و روند اون جامعه. قهر همیشه به معنای اسلحه نیست، اسلحه یک نوع از قهره. بنابراین اگر شما میگید که باید حتما برای رسیدن به این اهدافی که ما میگید یعنی آزادی ها دست به اسلحه بود، خیر، آیا راه های دیگری وجود داره؟ تاریخ نشون داده که هزاران هزار راه وجود داره. کدامش رو من بر خواهم گزید؟ آن را که بر اساس اون شرایط پخته سازگارتر باشم بیشک با ابزارم. حالا این از راه رفرم میشه، از راه رفرم، از راه دگرگونی میشه، از راه دگرگونی، از راه دگرگونی انقلابی میشه، از راه دگرگونی انقلابی. ولی این رو هم خدمت تو عرض کنم، چون عقیده شخص من رو پرسیدید بر اساس تجربیات، با اینهایی که حاکمن، با این جانوران، اگر شما فکر میکنید که با اون تز استحاله و اینها استحاله پیدا کنن آروم آروم و با اینها سازش کرد و به این معنا از راه رفرم به جایی رسید، خواهم گفت خیر. اگر در مقابل اینهاست با انقلاب سیاسی، اگر اینها منظورتون، اگر میخواید بگید که با این تجربیات آیا از راه رفرم بهتره تا جهش انقلابی، همیشه از راه رفرم بهتره تا جهش انقلابی. این که ناچار میشن مردم انقلاب سیاسی بکنن یا دست به قهر بزنن، این از طرف حاکمان بر مردم تحمیل میشه و تازه اون الیتیست، اون تئوری های الیتیستی هم که میفتن جلو، اونها تازه از اون شرایط استفاده میکنن، وگرنه این ارادی نیست. بنابراین در اون صورت خواهم گفت اگر امکان دیگری در یک حکومت دیگری در یک شرایط دیگری وجود داشته باشه، رفرم یا انقلاب، البته خواهم گفت که رفرم. من همیشه اون عنصر هومانیسم انقلاب یا دگرگونی یا تغییر رو محترمتر از همه عناصر دیگرش میشمارم، ولی با این جانوران که به شما قهر و بدترین نوع قهر رو هم تحمیل خواهند کرد، اگر منظور از رفرم نوعی سازش با این هاست، خواهم گفت باز هم انقلاب سیاسی. بله، متشکرم. آقای برتری، خواهش می‌کنم. من به هر صورت با قهر و انقلاب قهرآمیز مخالف هستم و این رو هم تجربه تاریخ جهان نشون میده که من لااقل نمیشناسم هیچ انقلاب قهرآمیزی رو نمیشناسم که نتیجهش آزادی بود. ولی این به اون معنا نیست
که انقلاب غیر قهرامیز نتیجهش آزادیه. انقلاب بهمن یک انقلاب مسالمت‌آمیز بود، انقلاب قهرامیز نبود، نتیجهش ولی آزادی نبود. برای یک حرکت مسالمت‌آمیز، من چون خودم رو رفرمیست میدونم، برای یک حرکت رفرمیستی، تغییرات و دگرگونی های رفرمیستی، مبارزه لازم هست، حضور در جامعه لازم هست. اون چیزی که ایشون گفتن تحت عنوان اعتصابات، مبارزه اجتماعی، مبارزه اجتماعی لازم هست. بنابراین به این تعبیر برای مبارزه اجتماعی حیات نیروهای سیاسی که میخوان مبارزه بکنن در جامعه لازمه. نیروی سیاسی که خارج از مرزهای ایران عمل میکنه، محدودی عمل کردش بسیار محدود. بنابراین خواست اول هر نیروی سیاسی که میخواد نه از راه قهر بلکه از طریق کار سیاسی، جنبش سیاسی، حرکت سیاسی، تغییر و تحول به وجود بیاره، باید در جامعه حضور داشته باشه. طبیعی است که نظام حاکم این حضور رو به کسی اجازه نخواهد. بنابراین برای حضور در جامعه هم باید مبارزه کرد و حضور سیاسی رو در جامعه باید به نظام حاکم تحمیل کرد. من منتها این بدبینی رو ندارم که این هیچ وقت ممکن نیست. به چه دلیل؟ دلیل یک، به نظر من نظام حاکم مشروعیتی رو که از انقلاب گرفته بود از دست داده. به انقلاب نمیتونه تکیه کنه برای داشتن مشروعیت. دنبال مشروعیت جدیدی باید باشه. این مشروعیت جدید در مرحله اول از طریق نوسازی و بازسازی اقتصادی باید انجام بگیره، که این دیگه نامش مشروعیت نیست، بیشتر مقبولیته. بازسازی و نوسازی اقتصادی در جامعه راه اول خواهد بود برای نظام حاکم. ولی اون چی که در واقع اتفاق افتاده چیه؟ در واقع اتفاق افتاده این که درون این نظام افراد زیادی دنبال این نوسازی اقتصادی هستن، کوشش هایی هم میکنن، ولی این نوسازی اقتصادی رو به بهای سرکوب فرهنگی و سرکوب اجتماعی میتونن بپذیرن. بنابراین اگر برای این رژیم راهی برای گفتگو و حضور نیروهای سیاسی در جامعه باشه، شرط اولش مبارزه برای از بین بردن سرکوب فرهنگی، سرکوب اجتماعی و آزادی های سیاسی. برای این معلومه که بدون مبارزه نمیشه. اون چی که اتفاق افتاده این نیست که کسانی برن پشت درهای بسته با کسانی مذاکره بکنن تا اجازه بدید ما بیام اونجا و کار فعالیت بکنیم. نه، اون حرف سابق لنینی هنوز به جای خودش درسته. انقلاب به این معنا که ما میفهمیم زمانی اتفاق میفته که بالایی ها نتوانن و پایینی ها نخواهن. این هنوز اتفاق نیفتاده. برای این هر دو مبارزه لازم هست. به این معنا من طرفدار یک راه و روش مسالمت آمیز هستم با تمام تعاریفی که همراهیم گفتم. در این مورد به نظر من اگه بخوام فرمولوار در این وقت کوتاه صحبت کنیم، یکی همین نکته رو باید گفت که ما نباید مردم رو تقدیس بکنیم که چون مردمم چون خلقم پس دیگه برای ما جنبه مقدس پیدا کنم. اما از اون برش هیچ تحولی بدون نیروی مردم صورت نمیگیره. حتی تحولات منفی هم متاسفانه گاه به نیروی بسیج مردم هم انجام میگیره. اما هیچ تحول جز اتکا به مردم راه دیگری نداره. در مورد تحول سیاسی در کشورم به نظر من انقلاب نباید تقدیس کرد، انقلاب نباید تازوند، اما انقلاب گویا فقط تو دست ماست. چنین چیزی نیست. مجموعه تضادا در اون قانون سیاسی میتونه جمع بشه و جامعه منفجر بشه. من به این اعتبار توضیح لنین رو اگر که در آتو با تحول انقلاب اجتماعی معتقدم اولین تاریستی بوده، اراده گرایی بوده، در آتو انقلاب سیاسی اتفاقا من بکنم بسیار دقیق بوده و امروز هم صحت خودش حفظ کرده. البته خود زمان عوض شده، ولی اگر این تغییر زمان رو بذاریم کنار در بچه تجریدی کاملا صحیحه. بنابراین هیچ کس نمیتونه از همین داره بگید آجون انقلاب در ایران انقلاب
نخواهد شد، یه انقلاب خواهد شد. هیچ وقت نمیشه اصلا به نظرم شرط بندی کرد. و از این نظر من میگم که وظیفه من نوعی ماها اکنون در حال حاضر قبل از هر چیز بیش از همه تدارک فکری تحول مردم رو باید آماده کرد که اون قبلتر از کانال خود ما میگذاره که چی رو میخوام بسازم، چی رو باید بسازم. و در این رابطه من فکر میکنم که خب ما میکوشیم که این تحول بر بستر به هم خوردن توازن قوا در جامعه. امروز ما باید محکم باشیم. حکومت شکست خورده، انتخابات اخیر نشون داد بدترین شکست خوردن حکومت. این زبان به نظر من همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و مردم از اون بر دارن فکر میکنن که این بار مردم فقط نمیخوان بگن که این بدوت، مردم این بار بر اساس تجربه بهمن میخوان بگن که کی ام بیاید. این بزرگترین باز تحول در مردم. از این نظر وقتی هم نگاه میکنیم به وضعیت موجود، من فکر کنم که پیشافش نمیشه به هیچ وجه گفت که فقط انقلاب در این جامعه تنها راه اینه. به نظر من در مسائل سیاسی نمیشم که شرط بندی ها کرد، ولی این رژیم با این مختصاتش منم فکر میکنم که انجام به صدا رفرم از طریق این رژیم اینا بیشتر به توهم و سراغ میده. ولی این به هیچ دو معنی نیست که مثلا اگر ما میگیم که ما میگیم رژیم برود، به نظر من باید صراحت پیدا بکنه، ولی ما در اینا مطرح میکنیم که جامعه به سوی انتخاب خودش از طریق انتخابات آزاد بسیج بشه. این در واقع ناظر بر اینه که دموکراسی نهادی بشه. نه فقط مسئله ما اینه که این برود، چگونه بیاید، کی بیاید، و این آزادی نهادی بشه در جامعه، تضمین بشه. بنابراین ما سعی میکنیم که کوشش ما خواهد بود که از طریق انتخابات آزاد این تعدد انجام بپذیره، ولی این ناظر برای این نیست که گویا ما یک ارزیابی داریم که با این حکومت بشه به مذاکره کرد کنار اومد. زمین که گفتم از نظر سیاسی هیچ چی از سب نمیشه بست، ولی ما باید جامعه رو برای انجام این تحولات مسالمت‌آمیز دموکراتیک فرا بخونیم. اگر جامعه بهش تحمل بشه خب جامعه تصمیم میگیره. اون موقع هم قطعا اگر ما وفادار باشیم به تحول، تا کنار همون جامعه، در توی اون جامعه، در توی همون انقلاب که اسمش باشه، باید حضور داشته باشیم. در توی این صورت خب اصلا علیت وجودی ما از بین میره. و من فکر میکنم که اینم روشنه که چه کسی از قهر خوشش میاد، از خونریزی خوشش میاد. اصلا با اومانیزم ما ها مغایرت داریم، مثلا دیگر مثل سابق نیست که تقدیس بکنیم، ولی که موضوع اینه که باز این همش دست ما نیست. رژیمی که تاکنون هزاران هزار کشته از کشته ها کشته ساخته، به سادگی نمیشه این رژیم از این سادش که آرام مسالمت آمیز کارا رو بشه. بسید با تعجب شناخت کاملا عینی که شما از دستگاه دارید، از اومد کنندگان رو بر ایران دارید، چطور میبینید و چرایی رو پیشنهاد میکنید، چرایی رو عملی تر میبینید؟ از کنم از اون چه همصحبت گرامی گفتن در یک چیز من با هر سه موافقم. گیریم به این که ایشون گفتن لنین درست دیده و بعد همون رو تکذیب کردن، چون گفتن نمیشه باید پیش بینی کرد، یعنی جبری نیست. جبری نیست یعنی انقلاب و اصلاح 90% قضیهش به حاکمیت مربوط میشود. اوست که انتخاب میکند یکی از دوتا رو، غالبا این رو یادشون میرود، نسبت میدن به دیگرانی که گویا مخالفت کردن با اون نظام. خب مثلا از وقتی که همین خاطرات آقای علم رو بخوانیم، اگر از زمانی که فرح پهلوی به شوهرش گفته دیر به جنبی انقلاب میشود، 10 سال قبل بوده از انقلاب. حالا اگر ایشون اون وقت آزادی ها رو تأمین کرده بود، چه مرض داشته مردم که بیان بیرون و حتما از طریق انقلاب حل کنن. شما باید مراقب سلامتت باشی، حالا اگر نکردی و گوشم ندادی و رسید به جایی که باید جراحی بکنی، حالا اگر نکردی خو خواهی مرد. انقلاب لحظه ای رخ میده که جامعه احساس میکنه که موجودیتش به عنوان یک مجموعه و یک هویت در معرض نابودی است. این دست کسی نیست اون وقت که بهش بگه آقا بکن یا آقا نکن. کی گفت به مردم ایران آقا انقلاب کنید؟ اگر می‌فرمایید قهرامیز، اتفاقا وقتی انقلاب رخ داد که جریان‌های قهرامی شکست خورده بودند،
ستایشگرترین قهرها آقا تشریف داشتن که الان میگوید که اصلا چیز بدی است. خدا رو شکر یک تحول خیلی عظیمی است تو جامعه ایران رخ داده و این رو اون انقلابی موفق کرده که گل رو بر گلوله پیروز کرد. قهر رو رژیم حاکم به کار می برد و اصرارم داشت که متقابلا قهر برانگیزد. و اگر اون هوشیاری به خرج نرفته بود، کافی است که انسان اون چیزهایی که نوشتن، مثلا برف ها آب می شود، گفتگوهای سران ارتش، اون چرا که هایزر نوشته، اون چرا که اسناد سفارت، ببینید که این گل در مزاج اون رژیم چه اسلحه فوق العاده خطرناکی بوده که میگفتن همه چیزی میشه براش فکر کرد، این گل چه کنی؟ توجه کردی؟ قهر یه روش دیگه، اجباری که نیست، اونم مقدار زیادش اون حاکمیت مجبور میکنه. عاقل باشن مخالفان، کمتر زیر بار این تحمیل رژیم میروند، برای اینکه ایشون راست میگوین، راه‌های بسیار دیگری هست. و قهر وقتی است که شما واقعا در یه چارچوبی گیر کرده باشید، مثل گربه که گوشه گیر میکنه، حاکم دستگاه حاکم هر رو راه رو بر شما بسته باشه، بین مرگ باشید و چنگ انداختن. یه چیزی نیست که کسی با میل و رغبت بره به طرفش. و حالا خوشبختانه بسیار اونهایی، چون بسیاری وقت بود که میگفتن، مارکس گفته است که قهر زاوی تاریخه، حالا این باور نزد مارکسیست ها هم نیست. پس ما اگر هم الان از تحولی حرف میزنیم، این تحول رو یه حدودش رو رژیم حاکم معین میکنه. آقایان اگر فردا نشستن یک اعلامیه صادر کردن که آقا ما دست برداشتیم از استبداد، ما بگیم نخیر، باشید اونجا، حتما ما باید شما رو قهرآمیز بندازیم، این وقت به ما خواهن گفت شما دیوانید. اما آیا منطقا اینها خواهن گفت این حرفو؟ البته جبر که مطلق نیست، احتمالش غیر ممکن نیست، ولی انسان روی احتمال 1% کسی نمیگه مبارزه سیاسی که 99% واقعیت رو رها کنه بچسبه، چون جبر 100% محال است، پس 1% احتمال دارد که آقایان دست بردارن از استبداد. روی اون 99% باید عمل کرد. اون 99% حق با جناب ایشون است. میشه تحول رو به رژیم تحمیل کرد، چنان که در دوره پایان رژیم شاه یک محوری در بیرون این رژیم به وجود آمد و پا به پا اون رژیم رو برد به طرف انقلاب. رژیم کنونی را هم میشود چنین کرد. اون چه به اصطلاح مونده از تحول در ایران مرام نیست، مرام حل شده مسئلهش. حالا دیدید اینها از گرایش های مختلفی آمدن، همه میگن آزادی. خیال نمی کنم، راست با حق با آقای روستاس، گمان نمی کنم در آینده کسی پیدا بشه، مگه خیلی آینده های دور، مثلا از این هیتلری هایی که الان تازه آلمان پیدا شده بعد 50 سال، یه قرن بعد یه کسی پیدا بشه بگه زنده باد استبداد دینی یا استبداد مارکسیستی یا استبداد سلطنتی. الان کسی بخوادم بگه، مردم اینجا بر نگاهش میکنم، یه این چیزی کم و زیاد کرده. الان نیست، اون مسئله حل شده و این در ایران فقط حل شده، در هیچ کدام از کشورهای اسلامی مسئله حل نشده. مونده به این که یک نیروی جانشینی متناسب با این فکر جامعه ببینه حاضر است. این چیزی در دست ساختمان، و من خوشبینم، میگم این ساخته خواهد شد. اون البته اگر قوت گرفت میتوانه تحمیل کنه به رژیم تحول دلخواهشو و به تدریجی تحول انجام بگیره که دموکراسی جانشین بشود به این استبداد. این نخیال کنید در دوره اول انقلاب این کار نشد، آقای کارتر مانع شد. ولا فرض کنید که آقای دکتر بختیار حاضر شده بود، پیشنهادی که آقای خمینی پذیرفت، او هم مایل بود، آقای کارتر اجازه نداد، ایشون بی خود گوش داد به حرف آقای کارتر، خودش عمل کرده بود، یعنی استعفا داده بود از نخست وزیری رژیم پیشین، قبول کرده بود نخست وزیری رژیم جدید رو. خب سازمان‌های نهادهایی که به هم ریختن به هم نمی‌ریختن و بسیاری از اون چی که بعدا شد شو پیش نمی‌شد، می‌افتاد رو خط اصلاح، خیلی تحول بهتر و مطلوب‌تر پیش می‌رفت. ما این یکی از همون اگرهایی است که ایشون به جا مورد توجه قرار دادن. درست؟ حالا در وضعیتی که ما الان هستیم، اون نیروی جانشین باید یک چیزی را قبل از اینکه خودش شکل بگیره برای خودش حل کنه. به نظرم این مقداری مشکل توشه.
مثلا مردم ستایی نیست، از این ستایش از دید من فقط در خور خداست، برای همین که انسان خود رو خلاص کنه از هر ستایش. معنای دموکراسی این است که مردم بهتر از شما میفهمن، بهتر از من میفهمن، بهمان فردا بهتر از آقام. حتی اگر شما بهتر بفهمید، فرض دموکراسی این است که مثلا وجدان جمعی جامعه بهتر میفهمد. اگر این رو شما قبول نکنید دموکراسی محاله، چون رأی دیگه. مثلا ابتدایی ترین شکل دموکراسی، دموکراسی بر اساس انتخابه، افرادی رو انتخاب کنن، اینها برون قوه مقننه درست کنن، قوه مجریه درست کنن و کشور رو اداره کنن. این محتاج این است که شما وجدان جمعی رو، قضاوت رو بپذیرید. اگر میگید همچه قضاوتی ندارد، چه دموکراسی؟ سالبه به انتفاع موضوع است. این مسئله هنوز محتاج به نظر من نزد کادرهای ایرانی محتاج تمرین است که خود رو از این ذهنیت که ذهنیتی از یونان قدیم مونده، خصوص بین روحانیون ما خیلی قوت داره، اینا در حرفای خودشون اولا غیر عمامه به سر رو میگن عوام، پروفسور هم باشه به اصطلاح میگن کی بود خدمت آقا، یکی از این عوام، کلاهی عوام، عامه مردمی که عوام کل انعام میگن. روشن فکرها هم مقداری تمایل دارن به این که مردم رو نادان بدانن. سطح معلومات علمی جامعه، درست از نظر جامعه امروز ایرانی میگم، با سطح معلومات عمومی مثلا جامعه آلمانی او عقبتره، اما وجدان تاریخی اون جامعه، وجدان جمعی اون جامعه از وجدان جمعی روشن فکران ما جلوتر، به دلیل اینکه کارهایی رو غالبا او انجام داده که روشنفکران ندیدن. یکیش انقلاب ایران، یکیش همین رأی‌گیری که اخیراً شد. هر کی میگوید، غیر از یک استثنایی که خودمو، هر کی میگوید که قبلا دیده بود که مردم اینجور رأی میدن، او آدمی است که به قضاوت عمومی باور داره. توجه شد؟ من عقیدم این است که اگر این مقدار حل بشه به اون محور بیرون رژیم، که باید نمیشود شما یه پا داخل رژیم باشه یه پا بیرون رژیم باشه، این مانع تحول خود اون رژیم میشود. باید نیروی مخالف بیرون رژیم قرار بگیره، حتما هم باید داخل ایران قرار بگیره، نیروی وابسته رو اون جامعه به عنوان جانشین نمیپذیره. تجربه اینو میگه ها، از انقلاب به این طرف هر دسته ای به یه قدرت خارجی وابسته شد، بی اعتبار شد، جلو چشم هم هست. پس اگر این همچه محوری قوت بگیرد، تمایل هم به این باشد که مردم شعور جمعی دارند، البته باید ارتقا داد. نقش روشنفکر همین است که ایشون راست میگه، نقش روشنفکر این است که ارتقا بدهد این وجدان جمعی. اما اگر شما منکر بشید که این هم چیزی دارد، خود چی دموکراسی میخواهید درست کنید؟ به این ترتیب جهت عمومی تحول در ایران به طرف دموکراسی است، چون که در جهان چنین است. و من امیدوارم که این روشنفکران ایرانی زودتر تحول بکنن خودشون در این جهت به طرف مردم، و مردم هم زودتر گرایش کنن به طرف محور بیرون رژیم درون ایران، و ایران نخستین کشور اسلامی باشد، همونجور که نخستین کشور بود که این انقلاب راه گشود به عصر جدید، نخستین کشور دموکرات دنیای اسلامی بشود. خیلی متشکرم. امیدوارم که بینندگان عزیز ما با این برداشت موافق باشند که این بحث هم از نظر آشنایی با ترازبندی امروزی تفکر سیاسی در جامعه روشنفکری ایران و هم از نظر ایجاد تفاهم متقابل بین اندیشمندان و فعالین سیاسی ایران مفید و سازنده بود. با این امید که در فرصت‌های آینده باز هم از محضر مهمانان این برنامه استفاده بکنیم و با تشکر مجدد از بیکاری ایشان با شما خداحافظی میکنیم و شما رو به خدا بسپاریم.